اصول یکی از کتاب‌هایی هم هستش، خدا حفظ کنه استاد دکتر شفیعی کتکنی رو، که شما اصلا یه کتابی به این اسم دارن. آره اینجوری اهل تخیل هستن. بی خیال مگه میشه زندگی کرد؟ بی خیال که نمیشه. با خیال و تخیله که هنر را شکل میگیره. و وقتی میبینم توی چند رشته داره کار میکنه، معلومه این زمینه تخیلات اینقدر بالا هست که تو هر رشته هنری دستی بر آتش داری و این خیلی مهمه. آدم کم حرفی هستی، پر حرفی، خوش صحبتی، از نظر خودت، کسانی که باید صحبت کردن اونا چی میدن؟ خودت چی میدن؟ آدم کم حرفی هم. کم حرف ماشاءالله کم حرفی هم موج که شد تلویزیون تار شد. نه خب اونجا مجبوری دیالوگ شانس آوردیم، حراب نبوده دیالوگ حفظ بکنیم. روکی صریحی، تمثیلی حرف میزنی، در لفافه صحبت میکنی، کدومش؟ اهل تمثیل خیلی هستم. خیلی، یعنی حرفمو که میخوام بزنم خیلی تمثیل به کار میبرم. صریح و رک سابقا نبودم، اما دارم تمرین میکنم و خیلی بهتر شدم. چند تا بچه داری؟ یه دونه. چی؟ پسر. چند سالشه؟ 9 سالشه. چقدر وقت برای بچت میذاری؟ مواقعی که بیشتر من آخر هفته ها رو وقت میذارم و آخر هفته اگر متعهد به کاری نباشم، سر فیلم برداری نباشم و تهران باشم، تمام وقتم در اختیار اوست و با همین بر اون ور میریم، حرف میزنیم، شوخی میکنیم، بازی میکنیم، درس و مشقش رو انجام میده. یک کلماتی رو میگم، حس خود رو در یک کلمه بیان کن. آش بلغور. یه بار خوردم. بیتوته. کاروان سرا. فرج. بعد از شدت. زلوبیا. ماه رمضان. شف. نشاط. گل پونه. عطر مست کننده. آزرده. ایشالله تو این عید دلی کسی اینجوری نباشه. گل منگولی. اتوبوس های افغانی. خیلی داره، خیلی رنگی قشنگ. زبده. سعدی. قصه. حمید عاملی. تقلید. خیلی جاها نمیپسندم. سفره ایرونی. زندگی. آها. پدر. پدر. همه اونچه که امروز به عنوان میراث فکری دارم. هسته ای صلح‌آمیزش خوبه. از چه غذایی لذت میبری؟ غذایی که با همه محبت پخته شده باشه. آها، یعنی نمک عشق توش باشه. برای رسیدن به هدفت چه کار میکنی؟ تلاش میکنی؟ سماکت میکنی؟ اصرار میکنی؟ خواهش میکنی؟ حمله میکنی؟ دفاع میکنی؟ بعد از توکل همه این کارا رو میکنم. اگر فکر میکنی تو کارتون موفقی، چه توصیه میکنی برای کسایی که دارن کار میکنن و دنبال موفقیت؟ اونایی که دارن کار میکنن که خب میدونن روند کار چجوریه و آشنا هستن با این رویه، اما اونایی که میخوان وارد این کار بشن، بهشون میگم که واقعا این کار ساده‌ای نیست. آقای نجفی، کسی که توی خانواده لطیفه‌ای تعریف میکنه و همه بهش میخندن، این اصلا دلیل موجهی نیست و دلیل محکمی نیست برای اینکه حتما بتونه از پس یک نقش در یک سریال یا یک فیلم بر بیاد. یا اگر کسی عرض می‌شود خدمت شما که خوب حرف میزنه، دلیلی نیستش که به محض اینکه پشت میکروفون رادیو یا تلویزیون قرار بگیره بتونه همون کار رو انجام بده. خیلی خیلی دشواره، هر کاری دشواری خودش رو داره. ما چرا فکر میکنیم که کار هنر اصلا دشوار نیست و ساده ترین؟ اگر مجری صندلی داغ دوست داشتی کی مهمانت بود و یه سوالی که ازش میخواستی بکنی چی؟ خیلی ها دلم میخواست های نجفی بیان تو این برنامه و درباره زندگیشون حرف بزنن و باهاشون گفتگو بشه، اما خیلی ها دیگه امکانش نیست. مثل
مرحوم خسرو شکیبایی. خسرو شکیبایی خدا رحمتش کنه، از همینجا به خانواده محترمش سلام میگم و تبریک عید میگم. و گفتنی های زیادی داشت خسرو شکیبایی، خیلی زیاد، به خصوص از دوران کودکی و نوجوانیش. توی فرصتی برای من خیلی هاشو تعریف کرده بود به مناسبتی. خیلی دلم میخواست که زنده یاد نعمت گرجی روی این صندلی بشینه و حرف بزنه با اون صدای نازنینش، با اون صدای نازنینش و با اون کولبار پر و با اون گنجینه پر. خیلی دلم میخواست که حسین کسبیان روی این صندلی بشینه و برای ما حرف بزنه. اینها دستشون از دنیا کوتاهه، خدا انشالله روحشون رو شاد بکنه، حتما هم شاد. اما از کسان دیگری که هنوز سایه‌شون بر سر ما هست، من واقعا نمیدونم کسی دیگری هم مونده که نیومده دوستم بری داغ. حالا یه کسی که خودت دوست داری بشینی و باش حال کنی، حالا فقط منظور این نیست که بکشی به این که چی بگه چی نگه، منظورم به چالشش نکشی، ولی دوست داری باش بشینی حال کنی. من خیلی دارم میخواست مثلا آقای زرقامی میومد توی این. آقای زرقامی به صندلی تاخت زیاد حال نمیده. چندین دفعه بهش گفتیم یادته، هی گفتیم نیومدن. بعد همه میگه چرا از مسئولین جا سالهای سخت نمی کنی، خب خودتون تشریف بیارید ببینیم از یه جایی شروع کنیم. نه جدا دارم میخواست که آقای زرقامی فرصتی میداشتن تو این روی این صندلی داغ می نشستن ان شاء الله میاد، صحبت میکردیم با هم دیگه. بعد از مدت ها گفتگو، مشورت، سوال از مردم و غیره و مسئولین، برنامه صندلی داغ تهیه کننده و کارگردانش به این نتیجه رسیدن که با آقای امیر حسین مدرس عزیز همکاری داشته باشن تا مجری این برنامه باشه. این افتخار بود برای من که اینجا بشینم و با وجودی که احتیاج به معرفی ندارن، برای آنچه که بین ماها یک رسوماتی هست انجام بشه که ایشون رو با افتخار معرفی کنم. مطمئن باشید که راجب فرهنگ، هنر، راجب خیلی از هنرها، راجب خیلی از مسائل بسیار ذهن بالایی داره. و مطمئن باشید کسی نیست که زیر بار حرف یا شایعه یا دستور کمر خم کنه. مطمئن باشید یک مجری خیلی خوب دارید و انشالله روزی بشه که ما هم از ایشون هر هفته استفاده کنیم. دو سالی بود، یک سال و نیمی بود که صندلی داغ حضور نداشت در میان شماها و به همین دلیل برای حضور مجددش فکر تازه‌ای شد و این فکر تازه داره در درون امیر حسین مدرس عزیز تجلی پیدا میکنه. من خواهشم اینه مثل همیشه بیننده این برنامه باشید، خود من خواهم بود و استفاده میکنم از این نازنینی که مجری این برنامه خواهد بود. من همینجا تشکر ازش میکنم و خوشحالم و خوش آمد میگم و امیدوارم کاری کنی کارستان که حتما میتونی و امیدوارم کاری کنی که من وقتی میشینم میبینم لذت این اجرا رو ببرم. زنده باشین آقای نجیبی، به پای شما که نمیرسه. اختیار دارم شما همه ماشاءالله همتون ماهی سلامت باشین، لطف دارین. بی اغراق میگم صندلی داغ رو چه زمانی که آقای کاردان اجرا میکردن، چه زمانی که مرحوم نوذری خدا رو شاد کنه ایشون اجرا میکردن و چه در آخرین سری که شما اجرا میکردید، اگر سر کار نبودم و اگر سر فیلم برداری نبودم و مجال بود حتما میدیدم. خیلی چیزا از آقای کاردان یاد گرفتم، خیلی ظرافت ها از مرحوم نوذری تو این برنامه دیدم و صداقت و صمیمیت های شما رو همیشه وقت یادم نمیره. قربونت برم، سلامت باشی، به جایگاه خودت خوش اومدی. آقای میکروفون اونم رو برداری. موفق باشید، قربونت برم، سلامت باشی، ممنونت، زنده باش. من فقط میخوام خواهش کنم که اگه ایرادی نداره شما رو میسندلی بشینید، من اونجا بشینم. من نشستم اب نداره برای بار دوم. با کمال میل خواهش میکنم، بفرمایید. خدای با امیدت. در جایگاه اجرای برنامه صندلی داغ به شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم فرا رسیدن نوروز رو
ایشالله که مثل درخت ها و مثل جوانه هایی که از سرشاخه های درخت ها میزنه، دل ما هم تو این نوروز همون جوانه ها رو بزنه، جوانه های امید، جوانه های نشاط، جوانه های تراوت. ایشالله امسال خیلی سال خوبی برای هممون باشه. ایشالله امسال غم و غصه کمتر روبروی ما قرار بگیره. ایشالله امسال شادمانی بیشتر برامون باشه و خبرهای خوش. من بازم تفکر بکنم اول از همه ازده یه تفعال برای ما بزن، چون من میدونم تو اهل شعری، تو دانشش داری، من چیزی رو که سرم نمیشه خدا شاید دارم راست میگم شعر، یه تفعال برای ما بگیر قبل از هر کاری. به نیت جمع که اینجا حضور دارن و به نیت همه بیننده هایی که دارن برنامه رو میبینن و به نیت همه، همه نیت بکنن، همه نیت. آقا چیزی هم لاش نذاشتیم که بخوایم تقلب بکنیم، که خوب بخونه آقا دیگه هر چی بیاد دیگه دوستان، نه همه نیت بکنن. دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. زاهد برو که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار هم. ما عیب کس به مستی و رندی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم. خاطر به دست تفرقه دادن نزیرکی است، مجموعه ای بخواه و صراحی بیار هم. ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند، و از می جهان پر است و بت می گسار هم. آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. بر خاکیان عشق فشان جرعی لبش، تا خاک لعبون شده مشکبار هم. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما برمدار هم. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما برمدار هم. چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم. حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس و از انتصاف آصف جمع اقتدار هم. و حالا ادامهش.